مردم کردستان در نمایش انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد. تا بر پایه نمایش انتخاباتی دوره نهم مجلس اسلامی چند هفته بیشتر باقی نمانده است. از مجموعه اقدامات امنیتی که صورت گرفته است، می توان پی برد که رژیم تا چه اندازه بیمناک از چگونگی از سرگذراندن معرکه است که در پیش دارد. سران حکومتی از بیم اینکه مبادا کنترل اوضاع از دستشان برود، همه گونه اقدامات پیشگیرنده امنیتی را در سراسر کشور تدارک دیدند. فضای پلیسی و امنیتی در کردستان به مراتب چشمگیرتر است. فشار بر مردم این منطقه را تشدید کرده اند تا بلکه از مردمی که می دانند در چنین نمایشی شرکت نخواهند کرد، زهر چشم گرفته باشند. مردم کردستان که می دانند این گونه انتخابات هیچ ربطی به زندگی آنان و دخالتشان در تعیین سرنوشتشان ندارد، حاضر نیستند با آراء خود به ابزار تسویه حساب بین رقبای درون حکومتی تبدیل شوند. مردم کردستان با آن پیشینه مبارزاتی و درایت سیاسی که دارند، به درستی از خود می پرسند چرا باید این مضحکه انتخاباتی و جنگ و دعوای مشتی خدمتگزار این رژیم مسئله و مشغله آنان باشد و چرا باید آنان به وجه المنازعه دو طرف دعوایی تبدیل شوند که همواره رأی و نظر و عمل طرفینشان علیه آنان بوده و هست. از نظر مردم کردستان سرتاپای این نظام با همه جناهایش که در طول حاکمیت 30 سالی خود کلیه حقوق اجتماعی آنان و کل مردم ایران را پایمال کرده و علیه کارگر و زن و جوان بوده و کارنامه جز ستمکاری و سرکوب ندارد، نامشروع، مجرم و غیر قابل پشتیبانی است. بنابراین چرا باید با رأی این مردم مشتی مجرم به جایی راه یابند تا هر آنچه را که تاکنون علیه آنان و مردم ایران انجام داده اند مشروع جلوه داده شود؟ مگر در کدام یک از دوره‌های پیشین مجلس حتی یک نفر از این به اصطلاح نمایندگانی که به نام این مردم به مجلس راه یافتند از آن همه ستمی که بر این مردم می رود زبان به اعتراض گشوده است؟ کدام یک از آنها به اعدام‌های وحشیانه این رژیم، به احکام سنگین زندانیان سیاسی، به تجاوزات و شکنجه هایی که در زندان ها صورت می گیرند و یا به توسعه نیافتگی های عمدی این منطقه اعتراض داشته و به خود جرأت داده است که در صحنه مجلس به حرف آید و بگوید چرا جوان بیکاری که به کولبری روی آورده است به رگبار بسته می شود؟ چرا فعالان کارگری، فعالان حقوق زن و کودک و فعالان محیط زیست و غیره به زندان انداخته می شوند؟ چرا درختان و جنگل های این منطقه تعمدن به آتش کشیده می شود؟ کدامین قانون در این به اصطلاح مجلس تصویب شده است که نشانی از ترقی خواهی بر خود داشته و یا آبادانی، خدمات عمومی، کار، نان و مسکن برای مردم محروم و تنگ دست کردستان به ارمغان آورده است؟ مردم کردستان خوب می دانند آنانی که به نام نمایندگان آنان به مجلس می روند نه تنها علیه این همه بی‌حقوقی ها و ستمگری ها نیستند، بلکه خود بخشی از سیستمی هستند که بانی هر گونه تبعیض و ستمکاری دیگر هستند. مگر نمایندگان تاکنونی غیر از مجیزگویی و شرکت در مجالس افتتاح مراکز اشاعه جهل و خرافه و شرکت در مراسم جشن تکلیف کودکان معصوم و شرکت در مراسم‌های نوحه‌خوانی هنر دیگری داشتند؟ کدام یک از نمایندگان تاکنونی جرأت کرده است از رژیمی که جنایتکاران فرزندان این مردم را به قتل رسانده بخواهد تا لااقل محل دفن این عزیزان را به مادرانشان بگویند؟ آیا این به اصطلاح نمایندگان مردم کردستان در مجلس می دانند که فرزاد کمانگر و یارانش در کجا دفن شده اند؟ مردم کردستان 30 سال است که آگاهانه و تحت پلیسی ترین شرایط
بی‌اعتنا از کنار معرکه‌گیری‌های انتخابات گذشته‌اند. این بار بیشتر از هر دوری به این گونه نمایشات بی‌اعتنا خواهند بود و حاضر نخواهند شد در انتخابات نمایشی شرکت کنند. این مردم می‌دانند کسانی که قرار است در این نمایش به نام نماینده آنان سر از صندوق‌های رأی بیرون آورند به مجلس نمی‌روند تا حقوق کارگران و مردم محروم را قانونیت بخشند، بلکه به این دلیل به مجلس راه می‌یابند تا قوانین استثمارگران‌تر و شرایط دشوارتری را بر مردم کارگر و زحمتکش تحمیل کنند. آنان به مجلس نمی‌روند تا صدای اعتراض خود را علیه اعمال ستم ملی بر مردم کردستان بلند کنند، بلکه به مجلس می‌روند تا زنجیرهای این ستمکاری را محکم‌تر سازند. آنان به مجلس نمی‌روند تا به برابری زن و مرد رأی بدهند، بلکه به مجلسی راه می‌یابند که در ذات خیش بر اساس بی‌حقوقی زنان بنیان نهاده شده است. آنان به مجلس می‌روند تا به جدایی جنسیتی در مراکز و نهادهای آموزشی و تربیتی رأی دهند. آنان به مجلس نمی‌روند تا جهت حل مشکلات جوانان چاره‌جویی کنند. آنان به مجلس می‌روند تا به موجب قانون شادی و نشاط و امید را از جوانان سلب نمایند. بنابراین در جریان برگزاری این به اصطلاح انتخابات هر یک رأی با هر توجیهی در صندوق‌های رأی انداخته شود، عملاً در خدمت طولانی کردن عمر این رژیم و در خدمت فجایعی است که تاکنون بر سر مردم آورده است. مردم بر این امر واقفند که همه کاندیداتورهای انتخاباتی عبور کرده از فیلترهای گوناگون از خدمتگزاران و حلقه به گوش‌های این رژیم هستند و برای این رژیم چندان مهم نیست که به کدام یک از آنان رأی داده می شود. مهم این است که مردم در پای صندوق‌های رأی ظاهر شوند و نمایش انتخاباتی او را رنگ و رویی ببخشند. مردم کردستان می دانند که شرکت و عدم شرکت در این انتخابات و هر گونه واکنشی به آن نوعی رفراندوم به حساب می آید که از روی آن دنیا یک بار دیگر پی خواهد برد که این رژیم در میان این مردم تا چه اندازه منفور و تا چه اندازه بیپایی است. رفراندومی مشابه اعتصابات عمومی 23 اردیبهشت سال 89 و 16 مرداد سال 84 که به جهانیان اثبات نمود که چگونه مردم مبارز کردستان هم رأی و همراه در اقدامی متحدانه و سراسری و در نمایش شکوهمند صلابت جنبش انقلابی توده ای را به نمایش گذاشتند. بیگمان این مردم یک بار دیگر با شرکت نکردن در نمایش انتخاباتی عمق نفرت خود را نسبت به کلیت این رژیم نشان خواهند داد و برگ زرین دیگری به تاریخ جنبش قدرتمند و انقلابی کردستان خواهند افزود و میزان محبوبیت خود را در میان افکار عمومی ایران و جهان بیش از پیش بالا خواهند برد.